لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب مرکز ادراک آدمی است. این اصلا هیچ کار نمی کند. اگه این قلب هیچ کار نکنه، مرکز ادراک ها، قلب یعنی مرکز ادراک، این مرکز ادراک اصلا کار نکند، این آدم جهنمیه. ولهم اعیون لا یبصرون بها، اینا چشم دارن اصلا نمی بینن. خب چشم دادیم ببینی، چشم هیچ کار نمی کنه. چشم هیچ کار نمی کنه یعنی چی؟ یعنی در همون حد حیوانی کار می کنه. کسی نداره که چشمش باشه، سالم هم باشه، در حد حیوانی هم، یعنی راه داره میره جلو پاش چاهه، پاشو بزنه تو چاه. نمی کنه آدم این کارو، هیچ حیوانی این کارو نمی کنه، پس انسان هم این کارو نمی کنه. ولهم آذان لا یسمعون بها، اینا گوش دارن نمیشنون. خب یعنی نمیشه که گوش باشه که آدم نشنوه. معلوم میشه که استفاده لازم از گوش را نمیبرن، استفاده لازم از چشم را نمیبرن. اولا که کل انعام، اینا مثل حیوان هست. ببین از صد حیوان اصلا بالات نیومده. آدم وقتی متولد میشه در سطح حیوان متولد میشه، باید رشد کنن از سطح حیوان بالاتر بیاد. اینا نیومدن، هیچ تربیتی که آنها را از سطح حیوان بالاتر ببرد وجود نداشته. خودش حرکتی برای اینکه از سطح حیوان بالاتر بیاد نکرده است. اولاکی کل انام، اینا مانند حیوان هست. مانند حیوانات هستن، مانند. ببینید بین مانند و حیوان فرق میکنه، اینا مانند حیوانات هستند. بل هم ازل، نه اینا گمراه ترند، از حیوانات گمراه ترند. اینجا گفتم اینجا سه مرحله قرآن گفته، دو مرحله شما میبینی، سه مرحله گفته. سه مرحله گفته چی؟ گفته اولئک کالانعام، اینها مثل حیواناتند. مرحله بعد اینها حیوانند. مرحله بعد گمراه ترند. آدم از حیوان بدتر است، چون همه اون قوای بالاتر را، برتر انسانی را در خدمت حیوانیت قرار داده است. عقل دوراندیش را، آینده نگر را، عقل دوراندیش و آینده نگر را آورده است و در خدمت حیوانیت قرار داده است. این بلهم ازله. آدم یه وقتی مثل حیوانه، یه وقت حیوانه، یه وقت بدتر از حیوانه. این در انسان ممکنه. هیچ حیوانی بدتر از حیوان نداری. حیوان هست و بدتر از حیوان است، امکان نداره. اونجا نیست، اون حدش حد حیوانه. حیوان در حد خودش میماند، حیوان در حد حیوانیت میماند. انسان گاهیش یه وقت شبیه میشه به حیوان، بعد حیوان میشه و بعد بدتر از حیوان میشه. ببینید مثلا هیچ گرگی نداریم در این حال صفات خرس رو داشته باشه و در این حال صفات مثلا روباه داشته باشه و در این حال صفت مثلا خوک داشته باشه. داریم یه گرگ که صفت خوک هم داره، یه گرگ صفت خرس رو هم داره، یه گرگ صفت روباه رو هم داره. داریم، اگه گرگ داریم صفت گرگ رو داره دیگه. گرگ از همه حیوانات درنده تره، گرگ از همه حیوانات درنده تره. یعنی میگن که وقتی گرگا میشینن به صورت گرد میشینن، نیم دایره میشینن.
وقتی هم که نیم دایره نشسته باشن، وقتی گرسنه‌ن، وقتی نیم دایره نشستن، اگه یک کدومشون چرت بزنه میریزن دیگه پارش میکنن. یعنی تنها حیوان است که نوع خودشو پاره پاره میکنه، نوع خودشو میخوره. این در انسان ها هست، این صفت گرگی در انسان ها هست. اما خون دیگه فقط همینه دیگه، گرگ فقط همینه، صفت روباه رو نداره که کلک، نیرنگ در انسان ها هست. کلک و نیرنگ، انسان به هم نوع خودش کلک میزنه، نیرنگ میزنه، کلاه میزنه سرشون، حالا به صد جوری که میدونیم بسشون. صفت گرگی، صفت چی؟ روباه. حالا صفت خوکی رو هم دیگه عرض نمی کنه. یک انسان می تواند چند جور حیوان باشد. وقتی انسان کار گرگی می کند، اون گرگ بیچاره وقتی به یک گله میزنه، به گله حیوان میزنه، گله گوسفند میزنه، چقدر میتونه؟ اما 4-5 تا 7-8 تا 10 تا مثلا 15 تا ممکنه بزنه و زخمی کنه و مثلا خفه کنه. یه دونش بیشتر نمیتونه بخوره، یه دونش هم نمیتونه بخوره. اگر بتونه یه گوسفند رو زمین میزنه، مثلا تیکه پاره میکنه، میخوره، سیر میشه. اما 10 تا گوسفند رو زخمی میکنه. انسان یه شهر رو با یه بمب خاکستر میکنه. این در گرگی 100 برابر گرگه. و اون مثالای دیگه شو نمیتونیم عرض کنیم. این جهان امروز سلطنت نیرنگی، قیافه وزیر امور خارجه آمریکا گفت همه کارهایی که ما در سوریه کردیم، یک کشور خراب شده، ما اینا رو برای انسانیت کردیم، برای کرامت انسانی کردیم. اون دوستمون گفتش که در نماز جمعه مسجد الحرام شرکت کرده بودیم، اون گوینده سوریه رو اسم برد که در سوریه مثلا اسلام چقدر در خطر است و گریه کرد، جمعیت هم گریه کردن. حالا اونا بیچارن گردوننده. آدم چقدر میتواند نیرنگ در آستین داشته باشد؟ هیچ حیوان شما اینجور نیرنگ باز نمیتونید ببینید. حالا باز نمونه های دیگر رو عرض نمی کنم. وقت انسان میتواند اینجور نیرنگ باز باشد، 100 برابر هر حیوان نیرنگ بازی، میتواند درنده باشد 100 برابر هر حیوان درنده ای، و هم اون باشد و هم اون باشد و هم اون باشد. لذا میگه که قرآن میفهمد که بل هم ازل، اینا از هر حیوانی گمراه ترند. حالا چی عرض کردیم؟ میگن اینا آدمی که نیرنگ باز است، آدمی که درنده است، آدمی که حالا اون چیزای دیگه، در هر حیوانیتی از هر حیوانی بدتر است و جمع همه حیوانیت ها را دارد. ما اینو برای جهنم خلق کردیم. یعنی این موجود سرانجام جایگاهش جهنم است. خب این که جایگاهش جهنم است، اینو میخوایم عرض کنیم. من همه، دقت کنید، همه سرمایه های جهنم رفتن را جمع کردم. دقت کنید، من همه سرمایه های جهنم رفتن را در خودم جمع خودم کردم. روز اول که اینجوری نبودم که، خودم ذره ذره سرمایه جهنم رفتن رو خلق کردم. خشونت،
سبعیت، درندگی، ذره 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 زیاد میشه، بعد میرسه که فوق هر حیوانی است که اینجا هم بی نهایت دیگه، هیچ ته نداره. من سروی جهنم رفتن رو خودم تحصیل کردم، بنابراین من جهنم رو خودم، جهنم رو خودم درست کردم، خودم. حالا درست وقتی که سرمای جهنم رفتن عقل را به کار نینداختن است، سبائیت است و نیرنگ است و و شهوترانی اونجوری است، جهنم چیزی جز اینا نیست. سبائیت، شهوترانی بی حد و مرز و نیرنگ و چی؟ چی؟ چه راحتی بگی؟ مجموعه سرمایه جهنم رفتن ایناست. اصلا جهنم همیناست. من میگم سرمایه جهنم رفتن است، نه، اصلا جهنم همیناست. وقتی از این عالم آدم بره، سبائیت جهنمه، خودش جهنمه، اون نیرنگ خودش جهنمه، شهوترانی اونجور جهنمه. من جهنم دارم، جهنم دارم، صد جور جهنم دارم. اینا همش مقدمه است برای اون بحث بعدیمون که میخوایم عرض کنیم که بهشتم دقیقا درست مقابل اینه. اگر مهربانی، شخص مهربانی دارد به خلق خدا، این بهشته، این خود این بهشته. از حضرت صادق سوال کردم آقا مل عقل، عقل چیست؟ اونجا داشتیم بیعقلی، عقلش را به کار نمی اندازد. این که میگیم عقل یعنی کار عقلانی، دقت کنید، کار عقلانی کردن. مل عقل قال ما او بده به رحمان. عقل اون چیزیست که این عقل اون چیزیست که آدم با آن خدا را بندگی می کند. عقل چیزیست که آدم با آن خدا را بندگی می کند. من با چی خدا را بندگی می کنم؟ با چی؟ چجوری؟ چجوری خدا را بندگی می کنم؟ اون چیزی که با اون چیز من خدا را بندگی می کنم، اون عقله. مکتوسه به بهل جنان، با عقل، عقل اون چیزی که با آن بهشت تحصیل می شود، کسب می شود. یعنی شما دینارهای عقلانی، اسکناسهای عقلانی می دهی، بهشت می خری، نه اسکناس کاغذی، اسکناس عقلانی، یعنی عقل می دهی. خب اگه یه دونه اسکناس داشتی با اون به اندازه مثلا مثلا عرض میکنیم 100 متر در بهشت بهت زمین میدن، اگه 100 تا داشتی 100 تا 100 متر بهشت بهت بهش میدن. مل عقل قال العقل ما عبد به الرحمن. ببینید اگه آدم سخاوتمند باشد، سخاوت داشته باشد، با سخاوت چه کار میکنند؟ بگیم با سخاوت هم چه کار میکنند؟ بهش تحصیل میکنند، بهش میخرند. اگر آدم شجاعت داشته باشد، با شجاعت امر معروف میکند، پس با شجاعت بهش تحصیل می کند. پاکدامن باشد، با پاکدامنی بهش تحصیل می کند. ببینید پاکدامنی عقل است، شجاعت عقل است، دیگه چی بود؟ سخاوت عقل است. یعنی
این حرف خوبی نیست. العقل ما او بده به رحمان، عقل یه چیزی که ما اون بندگی میکند خدا را. خودم با سخاوت بندگی میکند خدا را، با پاکدامنی بندگی میکند خدا را، با عفت بندگی میکند خدا را. خدای نکرده اگر چشمش ناپاکه جهنم میخرد، جهنم تحصیل میکند، با پاک چشمی بهش تحصیل میکند، با زبان خوب بهش تحصیل میکند، با زبان بد جهنم تحصیل میکند. ببینید پس بهایی که ما برای بهش میپردازیم، بهای عقل میپردازیم، عقل میپردازیم و بهش تحصیل میکنیم. هرچی عقل بیشتر بهشت بیشتر. بهشت یعنی چی؟ یعنی سعادت. بهش اسمش چیه؟ قبلا هم براتون عرض کردم، دارالسلام، خانه سلامت. بعد میگه که من عرض کردم معاویه خب خیلی عقل داشت. نه این عقل نبود. فرمود تلکه نکرا و تلکه شیطنه. این شیطنت نقل. چی عرض کنم؟ اگر عقل اون قوه تشخیص، قوه آینده نگری، قوه آینده نگری رو آدم در خدمت حیوانیت قرار بده، این اونیست که اون بود. فکر کار میکنه، اون فکر برای چی کار میکنه؟ اون یکی فکر کار میکنه، فکر میجوید، میگرده راه بهتری برای بندگی خدا پیدا کنه. استاد ما آقای حقشناس میفرمودن که داریم دیگه در احوالات حضرت ابوذر که چی؟ اکثر عبادت ابوذر تفکر. این چه فکر میگن؟ خب فکر میگن که چی؟ حالا هزار چیا؟ اینو میفرمودن، میفهم که من چیکار کنم خدا را از خودم راضی کنم. چقدر فکر خوبیه. من چیکار کنم که من یه اخلاقای بد دارم، یه عادتای بدی دارم. داشت فکر میکرد من چیکار کنم با این عادتای بدم، چگونه برخورد کنم، چگونه حلش کنم، این اخلاقای بدم رو چجوری معالجه کنم. این میشه بالاترین تفکر. اکثر و عبادت ابیذر تفکر. بعد فهمون و هی شبیهتون بالعقل و لیست به عقل. این عقل نیست، اونی که در معاویه وجود داشت، اون که امروز در تمدن امروزی جهان وجود دارد. همه تمدن، همه قدرت های موجود جهانی میکوشند برای به دست آوردن سود بیشتری. السلام علیکم یا ابا عبدالله.